هدهد برای شما سخن میگوید. هدهد مجله گویا برای تمامی سنین. مادام گرگه، اثر گلی ترقی، گوینده محبوبه علیمیا. همه ما، من و بچه هایم و دوستانی که گهگاه به سراغم می آیند، مثل سگ از همسایه طبقه پایین می ترسیم. زندگی در غربت، در پاریس، همراه با دلهره های پنهانی است و احساس گناه از این که غریبه ای از آن سوی مرز ها آمده و جای خودی ها را غصب کرده است و نوعی پوزش و عقب نشینی اجباری و خشمی خاموش که جرأت بروز ندارد و احساس تحقیری درونی که نیش میزند و منتظر تلافی است و غروری که 2500 سال ریشه دارد و نگاهی که پیوسته از آن بالا با تردید و تمسخر به عوارض تمدن و تجدد مینگرد و اعتماد به این که ما نوادگان کوروش و داریوش حتی در شکست و فلاکت و زوال نیز از همه برتریم. چرا؟ خدا میداند. و اگر به این روز افتاده ایم و از آن همه دبدبه و کبکبه و دنگ و فنگ من چیزی باقی نمانده، تقصیر شماست. شما غربی های استثمارگر پول پرست ظاهر بین. اگر هیچ یک از این تهمت ها درست نباشد، یک چیز واقعیت دارد. و آن این است که بدبختی کنونی من زیر سر خانم طبقه پایین است که چون شبهی شوم حضوری نامرئی و دائمی در زندگی شلوغ و آشفته ما دارد. جرأت راه رفتن، خندیدن و حرف زدن نداریم و از آنجا که تازه از گرد راه رسیده این و چند و چون زندگی در فرنگ را نمی شناسیم و از خانه بزرگ با حیات و دار و درخت و از میان خانواده و دوست آشنا به این سمت عالم پرتاب شده ایم، مثل آدم های نیمه خواب دور هم می چرخیم و نمی فهمیم چگونه می شود بدون برخورد با هم یا ایجاد مزاحمت برای دیگران زندگی کرد. بچه ها تبدیل به جانورهای افسار گسیخته شدند. اولی 5 و دومی 4 سال دارد. هیجان زده و هراسانند و ترسشان را با کشیدن جیغ های گوش خراش و کوبیدن مشت و لگد به در و دیوار بیان می کنند. پسرم دخترم را می زند و من پسرم را و خانم همسایه به در می کوبد. گاهی وقتها با دسته جارو یا چوبی دراز به سقف اتاقش می زند و یا از پنجره داد می کشد: خفه شوید! یا پای تلفن آنچنان بلند قیل و قال می کند که من صدایش را نه تنها از توی گوشی بلکه از انتهای راه رو هم می شنوم و این تنین خشمگین و مداوم که انگار از چهار گوشه جهان برخواسته است، چون شیپور اسرافیل دلم را می لرزاند و منطق ساده و عقب مانده‌ام را به هم می ریزد. در را باز می کنم. نگاه شرمنده‌ام که به زمین دوخته شده و صدای لرزانم که کلمه ها را دست و پا شکسته ادا می کند. دستم که بلا تکلیف در هوا مانده و پایم که آماده ی عقب نشینی و فرار است و بدنم که مغلوب و بی‌دفاع در جای خود میخکوب شده، همه حاکی از اظهار ندامت و اعتراف به گناه است. به خانم همسایه قول میدهم که این سر و صداهای غیر انسانی دیگر تکرار نخواهد شد و بچه ها با این که شام نخوردند، همین الان با اردنگی و توسری به خواب خواهند رفت و خودم بیان که پایم به زمین برسد، چون پشه‌ای سبک تا انتهای راه رو پرواز خواهم کرد و تا 3 روز و 3 شب زیر تشک یا در صورت لزوم زیر تخت در سکوت مرگ به سر خواهم برد و تمام کوششم در جهت تبعیت از قوانین این ملک و رعایت اصول مردم این شهر خواهد بود. خانم طبقه پایین حرفهایم را باور ندارد. یک بار دیگر هجوم می آورد و دوباره صدایش را بلند می کند و دوباره در چشمهایم خیره می شود و دوباره پره های دماغش را می لرزاند و میان جملات طویلش مقداری پیف و پاف و آه و اوه می کند و با همه این صداها که به رعد و برق و طوفان می ماند، به من می فهماند که وضع از همیشه خرابتر است و جنگ حالا ادامه دارد. آپارتمان محدود و کوچک ما که خرکچی محله محمودیه هم حاضر به اجاره آن نیست، از آنجا که وسط شهر پاریس است و راهرو و گنجه دارد، سخت گرانبهاست.
در طبقه پنجم ساختمانی است که رو به کلیسا دارد و شکر خدا در حیات کلیسا تعدادی درخت کاشتند و 3-4 گنجشک و 7-8 کبوتر چاق زیر شیروانیان می پلکند و همه اینها من و بچه ها را به یاد تهران و شمیران و باغهای دربند می اندازد و خوشحالمان می کند. علاوه بر این مواهب بزرگ، حسن دیگر این لانه موش در این است که جلوی پنجره اتاق نشیمن آن ایوانی 2 متری قرار دارد که محل پذیرایی و استراحت و تفریح و تفرج ماست. در این باغ دلگشا تا آنجا که می شود گلدان شمعدانی و اطلسی چیده ایم و غروب‌ها اگر هوا اجازه بدهد در این یک وجب مکان سبز و در میان گل‌های بیبومی نشینیم تا خیارهای پر از تخم و هلوهای بی عطر فرنگ را با فراغ خاطر مزه مزه کنیم و اگر دوستی هم به دیدنمان آمد او را با اینکه جای جنبیدن نداریم دعوت می‌کنیم تا در خوشبختی ما سهیم شود و درد دوری از وطن از یادش برود. خانم طبقه پایین یا به قول بچه ها مادام گرگه با نشست و برخاست ما در ایوان مخالف است و مخالفت خودش را دقیقه به دقیقه اعلام می کند. جیغ می کشد ساکت! و این فرمان چنان صریح و قاطع است که صدا در گلوی من خفه می شود و خنده روی لبهای من یخ می زند. از نشستن در باغ دست می کشیم و من با سرعت پنجره را می بندم و به خودم می گویم که باید صبور و پرحوصله باشم. و با تواضعی دردناک غرور باستانی را فرو ببلعم، به خصوص من ایرانی متهم به گناهی مجهول و محکوم از پیش حق هیچ گونه اعتراضی ندارم. در این شهر مردم در ایوان خانه نمی نشینند و هرهر و کرکر نمی کنند و وقت گرانبهایشان را به چرندگویی و علک خوش بودن نمی گذرانند. و اگر هم خواستن دوستی را ببینند که بدون تردید برای بحث درباره سیاست و فلسفه و ادبیات جهان است، او را به کافه‌ای دعوت می کنند و سر و ته قضیه را با عجله همراه با نوشیدن قهوه‌ای غلیظ هم می آورند. حرفهایم برای خودم قانع کننده است، اما بچه ها حالیشان نیست. از بغل مادر بزرگ و عمه و خاله و از میان یک دنیا عشق و محبت و ناز و نوازش به جایی سرد و غمگین و بی‌عاطفه تبعید شدند و معنی این بی‌عدالتی بزرگ را نمی‌فهمند. عاشق صدای در یا زنگ تلفن هستند. حتی آمدن مادام گرگه را بر سکوت و انزوایی که بر خانه جدید ما حاکم است ترجیح می‌دهند. فرانسوی‌ها در خانه‌شان را به آسانی باز نمی‌کنند. اول از همه با چشم ذره‌بینی که روی در نصب است خوب نگاه می کنند تا ببینند کی پشت در است. بعد می پرسند با کی کار دارید و چه می خواهید. وقتی که خوب مطمئن شدند زنجیر در را از تو باز می کنند و بعد قفل اول و سپس قفل دوم را می گشایند و در این فرصت باز نگاه می کنند و باز می پرسند و آخر سر با احتیاط لای در را باز می کنند. و اگر سرزده به سراغشان رفته باشی که در جا عذرت را می خواهند و اگر کار مهمی در میان باشد همانجا دم در ترتیبش را می دهند و قضیه خاتمه می یابد. در خانه ما چفت و بست و چشم ذره بینی ندارد. بلا فاصله بدون پرسش ذوق زده از آمدن مهمانی ناخوانده آن را باز می کنیم و بچه ها همه را به داخل خانه دعوت می کنند. حتی مادام گرگه را. و من فوری زیر کتری را روشن می کنم و با لبخند به استقبال کسی که در چارچوب در ایستاده می روم. دوست ندارم حرفایم را توی راه رو بزنم. دلم می خواهد بنشینیم و نفسی تازه کنیم و چای بنوشیم و اگر هم گله و شکایتی داریم سر فرصت مطرح کنیم. خانم طبقه پایین وقتی این کارها را ندارد. می آید بالا، در می زند، داد می کشد، می رود. خانم سرایدار هم مثل اوست. می آید، در می زند، بسته پستی را می دهد، می رود. مأمور اداره برق هم مثل آنهاست. می آید، در می زند، می نویسد، می رود. سلام و احوال پرسی رایج نیست. همسایه مجاور زنی میان سال است. بد اخلاقی نمی کند. از ما شکایت ندارد، به در خانه ما نمی کوبد. اما انگار که نیست. نه ما وجود خارجی داریم و نه او. گهگاه در راه رو به او بر می خورم. یا با هم سوار آسانسور می شویم. نه او حرف می زند و نه من. اگر سلام کنم جواب می دهد. اگر نکنم چیزی نمی گوید. صبح ها زود می رود و شب ها خسته بر می گردد. تنهایی او آزارم می دهد و تصور اینکه کسی در شهر خودش چنین منزوی و بی کس و کار باشد ته دلم را می لرزاند. خانم طبقه پایین زنده است. دیوانه است.
با او دعوا داریم و این خودش یک جور رابطه است. لحظه ای نیست که از وجودش آگاه نباشیم و چیزی نیست که مستقل از این آگاهی تعبیر و تفسیر کرده باشیم. اسم بچه ها را در کودکستان محله نوشتم و خوشحالم که تمام روز از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر نگهشان می دارند و نصف بیشتر خوشحالیم به خاطر رضایت مادام گرگه است و دلم می خواهد یک شنبه ها هم مدرسه ها دایر بود و کلاس ها تا دیر وقت شب ادامه داشت. بردن بچه ها به کودکستان آسان نیست. نمی روند و از معلم هایی که زبانشان را نمی فهمند وحشت دارند. صبح ها تاریک است و هوا اغلب بارانی است. ما که ماشین نداریم باید طول یک خیابان و 3 کوچه را پیاده برویم. هر دو زار می زنند. به کوچه دوم که می رسیم دلدرد صبحگاهی پسرم شروع می شود. به خودش می پیشد و پاهای مرا می چسبد و می خواهد برگردیم. دلم برایش می سوزد اما فکر خانه را که می کنم صورت همسایه پیش چشمم ظاهر می شود و بر ترحم مادرانه ام غالب می شود. دخترم خوابالود و گیج است و تا در مدرسه چرت می زند. روی پله پای در تک تک خانه های سر راه می نشیند و خمیازه می کشد. اگر ولش کنم همانجا می خوابد. راه بردن او به ضرب آب نبات و شکلات است. تا می نشیند کاغذ رنگین آب نباتی را نشانش می دهم و وسوسه‌اش می کنم. از جایش می پرد و 2-3 متری به عشق شیرینی می دود و به محض بلعیدن آن باز می نشیند و چرت می زند. پس یقه‌اش را می گیرم و خرکش تا دم کودکستان می برمش. باران هم مزاحم بزرگی است. نمیدانم چتر را روی سر کدام یک بگیرم. میدانم که شب عطسه و تب و لرز و سرفه در انتظارشان است و تمام این صداها از درز پنجره ها عبور خواهد کرد و به گوش حساس خانم طبقه زیرین خواهد رسید. اگر جنگ نبود برمیگشتم. اگر ترس از بمب و موشک نبود یک روز هم اینجا بند نمیشدم. اما در حقیقت میدان جنگ اینجاست. هر لحظه در گریز و مقابله هستیم و مسلسلی نامرئی به سوی ما نشانه رفته است. صدام حسین در آن سوی مرز هاست و مادام گرگه در یک قدمی نشسته است. ما مثل اسرای جنگی دستهای من را روی سر گذاشته ایم و در نهایت خفت به تسلیمی مذبوحانه تندر داده ایم. آنچه کار من را خراب و جرم من را مسلم می کند، ندانستن زبان و نفهمیدن حرف هاست. هیچ حربه‌ای برنده تر از کلمه ها نیست و دهان ما بسته است و پیروزی دشمن به خاطر احاطه‌اش بر الفاظ است. خانم همسایه تدبیر جدیدی اندیشیده است. نامه ای رسمی و مفصل شبیه به توبیخ نامه ای اداره اجراییات برای من فرستاده و 7-8 دستور مهم صادر کرده است. اول اینکه باید بلافاصله کف چوبی اتاق را با فرش ضخیم بپوشانیم تا هنگام راه رفتن کمتر صدا بدهد. از پوشیدن کفش به خصوص کفش های پاشنه بلند و دمپایی های چوبی حذر کنیم. در بالکن ننشینیم. در حمام و آشپزخانه چون لوله هواکش دارد و صداها را پخش می کند حرف نزنیم. صبح زود یا شب بعد از ساعت 9 حمام نکنیم یا سیفون مستراح را نکشیم. در گنجه ها را به هم نکوبیم و هیچ صدای بلندی از خودمان در نیاوریم. مثل خنده، عطسه، سرفه، سکسکه. آخرین دستور که زیرش قلم قرمز کشیده است تاکید می کند که کمتر در خانه باشیم و سعی کنیم تا می شود بیشتر وقت خود را در خارج از خانه بگذرانیم. چاره ای جز اطاعت نیست. کف اتاقها را به سرعت با موکتی ضخیم و اسفنجدار فرش می کنیم. هنگام راه رفتن پا به رهنه هستیم و حرف زدن من تبدیل به نجوا شده است. دوستانی که به سراغمان می آیند کفشهایشان را دم در می کنند. ترس ما به آنها هم سرایت کرده است. پذیرفته ایم که محتاط و بی سر و صدا باشیم و خواسته های من را انکار کنیم. کم کم از یاد من رفته است که ما هم آدم هستیم و هر کس در 4 دیواری خودش آزاد است و خیلی هم زود بیچک و چانه به فرامینی که صادر شده گوش سپرده ایم و خیلی آسان و طبیعی استبداد مادام گرگه را پذیرفته ایم. عادت نداریم از حق خود دفاع کنیم و حقوق خود را در این دیار نمی شناسیم. در گذشته هم نمی شناختیم و گمان می بردیم آنچه داریم از سرمان هم زیاد است. تهمانده میراث اجدادی است. مادام گرگه از برتری خود آگاه است و هر روز دندانهایش را تیزتر می کند. از تمام فرامینی که صادر کرده آخری از همه سخت تر است. بیشتر وقت خود را در خارج از خانه بگذرانید. کجا برویم؟ دوستان من بیشتر هنرمند و نویسنده و نقاش هستند. زن و بچه ندارند. پول و پله و خانه بزرگ و امکان پذیرایی ندارند. هر کدام در اتاقی کوچک انباشته از کتاب و کاغذ یا رنگ و سپایه و قلموس زندگی می کنند و خانهشان جای بچه نیست.
آنهایی هم که اهل و عیال دارند از دست بچه هایشان در عذابند و تحمل بچه های اضافی را ندارند. تنها راه فرار پناه بردن به پارک است. روبروی خانه ما پارک قرازه است که پاتوق پیرزنهای محله و کلفتهای عرب است. آخر غروب هم گداهای مست جمع می شوند و پولهایشان را تقسیم می کنند. از این پارک بیزارم و از دیدن آن غم دنیا به دلم می نشیند. تنها تفریح بچه ها در این پارک خاکبازی یا بالا رفتن از سرسره‌ای کوفتی است. باغ لوکسامبورگ زیباست، اما دور است و رفتن به جاهای دور در هوای متغیر پاریس خطرناک است. نرسیده باران می گیرد و ما هم که عادت به چتر و کلاه نداریم. در نتیجه لخت و بی‌دفاع هستیم و باید ساعتها زیر طاقی مغازه‌ای پناه بگیریم و خیس آب دست از پا درازتر برگردیم. یک شنبه ها از بخت بعد همیشه باران می آید و محکوم به ماندن در خانه هستیم. به ایوان کوچک من پناه می بریم، اما اعتراض همسایه این آخرین پناهگاه را هم از ما می گیرد. ساعت خوش زندگی وقتی است که بچه ها خوابند و چراغ های طبقه پایین خاموش است و 3-4 نامه از اطراف و اکناف دنیا از دوستان و قوم و خویش های در به در رسیده است. نامه ها را فوری نمی خوانم، می گذارم برای شب در رخت خواب با یک فنجان قهوه داغ و سیگاری جانانه. نامه اول از لیلی است که در تهران زندگی می کند و خوشبخت و راضی است. بچه هایش به مدرسه می روند و 2000 دوست و رفیق دارد و توی باغ و کوچه و میدان محله می چرخند و ترسی از جنگ و بمب ندارد. خودش کار می کند و از حجاب اسلامی وحشت ندارد و هر شب به میهمانی می رود یا ده ها مهمان دارد. نامه دوم از داریوش آ است. چنان غمگین و تلخ است که گریه هم می گیرد. بیکار و بیپول است. پسرش فراری است، دوستانش پخش و پلا شدند و آنچنان تصویر سیاهی از آینده دارد که وحشت می کنم. نامه سوم از آقای کاف است، گزارشی دقیق و فشرده از اخبار بد. پسر برادرش را تیرباران کردند و مادرش 2 بار دست به خودکشی زده است. گرانی بیداد می کند و به زودی همه از گرسنگی خواهند مرد. عمله های افغان هر شب به خانه ها حمله می کنند و سر زن و بچه و پیر و جوان را گوش تا گوش می برند. روزها با آمریکایی ها ساختند و تجزیه ایران حتمی است. پسرهای مشتکبر باغبان مأمور کمیته محمودیه شدند و قصد دارند اموال او را مصادره کنند. آخرین نامه مال مادرم است که چندین صفحه است و شبیه به سناریوی فیلم فارسی است. پر از اتفاق و ماجراست. پر از زد و نقیز است. آدمها در این نامه هم به شدت خوشبخت هستند و هم به شدت بدبخت. میهمانی و گردش و تفریح و خوشگذرانی تمامی ندارد. همه دوره هم جمع هستند، میخورند و مینوشند و دعا به جان جمهوری اسلامی میکنند. بعد یک مرتبه ورق بر میگردد. سطرهای بعدی نامه حکایت محرومیت هاست. برق نیست، آب نیست، گوشت پیدا نمیشود، وبا آمده، دکتر و دوا نیست، امنیت نیست، پلیس و پاسبان نیست، گرانی و قحطی بیداد می کند. 2 متر برف آمده، نفت پیدا نمی شود، سرما کشنده است و از همه بدتر تحمل تنهایی است و دوری از بچه ها و آخر نامه دوباره فحش به فرنگستان و پاریس است و اینکه ما در اینجا همه چیز داریم و برای خودمان در شهر خودمان خانومی می کنیم و منت خارجی ها را نمی کشیم و همه ی آنها که رفتند اشتباه کردند و باز صحبت از میهمانی و خورد و خوراک و تفریح می شود و در پایان یک مرتبه مادرانه اعلام می کند که تصمیم دارد خانه و دار و ندار را بفروشد و سوراخی در غربت برای خودش تهیه کند و این چند روز باقی مانده را دست کم با خیال آسوده بگذراند. دیر وقت است، خوابم نمی برد. دخترم آبل مرغان گرفته است و از تب می سوزد. نگرانم و نمی دانم از کی کمک بخواهم. می خواهم چیزی بنویسم اما کلم کار نمی کند. کتابی را که به دست گرفتم ورق می زنم. یک صفحه می خوانم و می بینم یک کلمه هم در ذهنم ثبت نشده است. 2 روز است که اکریز می بارد. کاش کسی به دیدنم می آمد. هوای تهران با وجود زمستان و سرما آفتابی است و لیلی از پیاده روی صبح‌های جمعه نوشته است. همه به کوه‌ها می روند و در قهوه خانه سر راه صبحانه می خورند. داریوش آب این حرف ها می خندد و برایم نوشته که حتی کوه‌ها هم ماتم گرفتند و از آسمان برف سیاه روی سر مردم ریخته است. بچه ها خوابند. دلم شور می زند. به خودم می گویم که بر می گردم. در شهر خودم دست کم عمه و عمو و مادری هست که می شود ازشان کمک خواست. نه کسی زیرم و نه کسی بالای سرم نشسته است. از همسایه هایم وحشت ندارم و می توانم در خانه خودم داد بکشم. جست و خیز کنم، بخندم، زار بزنم، برقصم. همین فردا برمی گردم.
داریوش آ تنها کسی است که به ماندن تشویقم می کند. می گوید عزیز من کجا در خانه خودت آزادی؟ حق نداری برخلاف قاعده و اصول وضع شده نفس بکشی، حرف بزنی، فکر کنی، لباس بپوشی، غذا بخوری. حتی مستراح رفتنت هم راه و روش دارد. جفتگیری، عشق ورزی، مردنت هم آزاد نیست و تمام ذره ها و لحظه های زیستنت از پیش مقرر شده است. چه کار کنم؟ بمانم یا برگردم؟ در می زنند. گوش می دهم. از جایم می پرم. کی می تواند باشد؟ زنگ در خراب است. با مشت به در می کوبند. قلبم تند می زند. خبر بدی است. مطمئنم. هزار جور فکر می کنم. برای مادرم اتفاقی افتاده؟ برادرم را گرفتند؟ پلیس است؟ دوستی متواری است؟ کتاب از دستم می افتد. پایم به سیم چراغ پای تخت می گیرد. شتاب زده پیراهنی روی لباس خوابم می پوشم. کی می تواند باشد؟ آمدم را به فارسی می گویم و به فرانسه. شتاب زده در را باز می کنم. چی؟ خانم طبقه پایین است. انتظار او را نداشتم چون این وقت شب اصولا خواب است و دلیلی هم برای آمدن ندارد. هاج و واج ماندم و حس می کنم رنگم پریده است. قلبم تون می زند و از حالت دست و پچولفتی و تتپته کردن خودم کلافم. مادام گرگی لکنت زبان و تردید و تزلزلم را که می بیند براق می شود. صدایش را بلند می کند می گوید چه خبر است؟ چه کار می کنید؟ کی؟ می پرسد این جنجال و سر و صدا چیست؟ کدام صدا؟ عادت کردم که حق را به او بدهم و فکر می کنم حتما بچه ها بیدار شدند و سرگرم جست و خیزند. دو قدم به طرف اتاقشان می دوم. می ایستم، گوش می دهم. سکوت محض است. حساب دو دو تا چهار تاست. دانستن زبان فرانسه و شناخت فرهنگ شرق و غرب نمی خواهد. منطق ساده ی آدم هاست. هیچ صدایی در خانه ما نیست و خانم طبقه پایین اشتباه می کند. این دفعه دیگر زیر بار زور نمی روم چون حق با من است. و این داشتن حق امتیاز بزرگی است که به من نیرو و جسارت می دهد. سرم را بلند می کنم. صدایم در می آید. می پرسم کدام صدا؟ مادام گرگی انتظار بازخواست ندارد و جا می خورد. سرش را می آورد جلو و نگاهی شتاب زده به داخل می اندازد. بلندتر می پرسم کدام صدا؟ منمن مادام گرگی گستاخترم می کند. خشمی کهنه که توی روده هایم پنهان بود ناگهان فوران می کند و مثل تب توی بدنم پخش می شود. داغ می شوم. عرق می کنم و داد می کشم. خانم همسایه منتظر این فریاد نیست و جا می خورد. جری تر می شوم. شکمم قار و قور می کند. یک قدم جلوتر می روم. این بار به صورت مادام گرگه نگاه می کنم و برای اولین بار او را همان گونه که هست می بینم. تصویری دیگر از او داشتم. فکر می کردم عجوزه و پیر است. حتی شاخ و ریش و پشم دارد. فکر می کردم شبیه دراکولاست و دندانهای گراز دارد. هیچ کدام از اینها نیست. همسن و سال من است، همقد و هیکل من با موهای کوتاه قهوه‌ای رنگ، چرب و نشسته و لباس پوشیدنش برخلاف زنهای فرانسوی شیک و پیک و آراسته نیست. دو تا خط عمیق دو طرف لبهایش دارد که صورتش را تلخ می کند. خسته و عصبی است، آبستن است، شبیه تمام زنهای غمگینی است که کله سحر سر کار می روند و شب کوفته و ناامید پای تلویزیون از حال می روند. به فرانسه دست و پا شکسته‌ای برایش توضیح می‌دم که بچه‌ها خوابند و خود من هم در تخت خواب بودم و یک مرتبه به عقلم می‌رسد که حرف‌هایم را به زبان خودم بگویم و یا به زبان انگلیسی که برایم راحت است. فرانسوی‌ها از زبان انگلیسی می‌ترسند. با غروری کودکانه و سماجتی عقب مانده از یاد گرفتن آن ابا دارند. اما بد آمدنشان ظاهری است و ته دل شیفته آمریکا و آمریکایی‌اند. دهانم باز می شود. انگار پروبال در آوردم. دیگر کسی جلو دارم نیست. مثل بلبل چهچهه می زنم و در اقیانوسی از کلمات شناورم. فکرهایم با زبانم یکیست. دیگر مجبور نیستم حرفایم را درز بگیرم و جمله هایم را ساده و کوتاه کنم. دلم می خواهد نطق کنم. از قدرت بیان خودم مست هستم. می توانم به این زبان که در اختیارم است فحش بدهم و همین کار را هم می کنم. نمیدانم مادام گرگه معنی حرفایم را میفهمد یا نه. برایم مهم نیست. تنین اصوات و برق نگاه و تهاجمی که در حرکاتم است به خانم طبقه پایین میفهماند که باید گورش را گم کند و برود. و اگر یک مرتبه دیگر این طرف ها پیدایش شود تکه بزرگش گوشش خواهد بود. زنی که یه گوه کسافت بدبخت خرابی شعور. داد میکشم. دستم را در هوا تکان میدهم و پایم را به نشانه کوبیدن لگد بلند میکنم.
هرچه بیشتر دور بر می دارم مادام گرگه کوچکتر می شود. شبیه به بره‌ای شده که می خواهد سرش را ببرند. در عوض من قد کشیدم و دندانهایم مثل دراکولا بیرون زده است. حس می کنم شاخوریش در آوردم و شبیه به اژدها شدم و کیف می کنم. اگر ولم کنن مادام گرگه یه بدبخت را درسته می بلعم. تنوره می کشم. یورش می برم. مادام آهسته جیغی می کشد و به طرف در آسانسور می دود. ولکن نیستم. خدا می داند که چه چیزها می گویم. عاشق قدرت نمایی خودم شدم و دلم می خواهد به طبقه بالا بروم، در بزنم و از همه شکایت کنم. دستور بدهم که حق حرف زدن و راه رفتن ندارند و به صورتشان چنگ بکشم. خانم طبقه پایین به محض باز شدن در آسانسور توی آن می پرد و نفس‌زنان ناپدید می شود. به راستی ناپدید می شود. روز بعد و روزهای بعد و ماه‌ها و ماه‌های بعد از او خبری نیست. انگار آب شده و به زمین فرو رفته است. مدت‌ها بعد تصادفی در راهرو نزدیک در خروجی ساختمان همدیگر را می‌بینیم. هر دو به سرعت رویمان را برمی‌گردانیم و دور می‌شویم. تنها خاطره‌ای که از او در یادم می‌ماند، شکم گنده و چشم‌های خسته اوست. آخرین روزهای بارداریش را می‌گذراند. زندگی با غیبت کبرای مادام گورگه شکل طبیعی می‌گیرد. با کفش در اتاق‌ها راه می‌رویم و به راحتی و بدون ترس حرف می‌زنیم. حتی وقتی هوا آفتابی است در ایوان خانه می‌نشینیم و از خندیدن هراسی نداریم. بچه‌ها آرام‌تر شدند و سایه دراکولا رویشان سنگینی نمی‌کند. به دلخواه خود بیرون می‌رویم و بیرون ماندنمان اجباری نیست. تابستان از راه می‌رسد و نزدیک سحر است که از گریه یک نواخت نوزادی بیدار می‌شوم. خوب که گوش می دهم متوجه می شوم که صدا از طبقه پایین است و پیش خودم می خندم. مادام گرگه گرفتار شده است و نوبت کیش و پیش و بیخوابی اوست. سالها می گذرد و ما هنوز در خیال بازگشت هستیم. بچه ها بزرگ شدند و برای رفتن به مدرسه اروبوغ نمی کنند. خودشان به مدرسه می روند و به خانه برمی گردند. دلهوره هایشان کمتر شده و ترس از خانم طبقه پایین از یادشان رفته است. اول پاییز است و از آن یک شنبه های کذایی. هوا گرفته است و سوز سردی می آید. بچه ها در خانه اند و شب میهمان داریم. می روم تا از عرب گران فروشی که روزهای تعطیل هم مغازش را نمی بندد خرید کنم. از کنار پارک گداها می گذرم. چشمم به مادام گرگه می افتد که روی نیمکت نشسته و نگاهش خیره به نقطه ای دور است. سردش است و یقه کتش را بالا کشیده و شانه هایش را جمع کرده است. کتابی نیمه باز روی زانویش است. سیگاری نیمه خاموش میان انگشتانش مانده و موهایش مثل همیشه چرب آشفته است. پای راستش را دراز کرده و ساق پایش پیچیده و کفشش بیرون سریده است. بچه‌اش روی خاک‌ها سرگرم بازی است. آنچنان غمگین است و زوار در رفته که دلم برایش می‌سوزد. از خودم می‌پرسم چرا در این سوز سرما در این پارک کوفتی نشسته است و یاد نامه‌اش می‌افتم. بیشک همسایه ای از او شکایت کرده و دستور داده بچهش را تا می تواند خارج از خانه نگه دارد. می بینم که مادام گرگه یه دیگری برای او دندان تیز کرده و دلم می گیرد. در این ساختمان مرفه که رو به باغ و کلیسا دارد، 10 بره گرگ نما در کمین هم نشستند و بدبختی هایشان را به حساب هم می گذارند. گرگ های خسته ناامید با آرزوهای کوچک و امیدهای واهی در انتظار روزها و چیزهای بهتر. از خودم میپرسم آیا میشد جور دیگر بود؟ میشد؟ آیا میبایست همیشه گرگ و بره بود و به این نزاع ابدی ادامه داد؟ 2-3 قطره باران روی صورتم میافتد. قدمهایم را تند میکنم. خانم طبقه پایین همچنان مبهوت و سرگشته نشسته است. گدایی مست زیر درخت ها از حال رفته. شاید هم مرده است. کسی نگاهش نمیکند. عجله میکنم. فکر آمدن مهمان ها هستم و در شتاب برای خرید خورد و خوراک پرسشی که در ذهنم بود از یادم می رود.